همیهنان گرامی، درود بر شما. من بیژن مهر هستم و برنامه روزانه جبهه ملی ایران رو از شبکه جهانی کانال یک و همینطور شبکه اینترنت خدمتتون تقدیم میکنم. اول اجازه بدید سپاسگزاری کنم از تمام لطف و محبت شما در طول این دو هفته گذشته و پوزش بخوایم به خاطر اینکه کیفیت برنامه ها آنچنان که باید شاید خوب نبوده، اما بهتون مژده بدم که کانال یک استودیو خودش رو در شرق آمریکا مشغول ساختن هست و امیدواریم که برنامه ها با یک کیفیت بهتری خدمتتون ارائه بشه. در آستانه 62 سال تأسیس جبهه ملی ایران هستیم. اعلامیه‌ای براتون داریم از دفتر پژوهش‌های جبهه ملی ایران در تهران. همینطور در رابطه با برنامه دیروز که بیانیه جبهه ملی ایران در رابطه با اشغال سفارت آمریکا در ایران در سال 58 منتشر شده بود، بعضی از دوستان قدیمی عضو شورای جبهه ملی ایران که برنامه رو دیده بودند خواستند که من این رو خدمتتون بگم که عین همین اعلامیه، یعنی عین به اصطلاح تیتر این اعلامیه که نوشته بود اشغال سفارت آمریکا به نفع ملت ایران نیست، به صورت یک پلاکارد در مقابل سفارت آمریکا در سال 58 به نمایش گذاشته شده بود و جبهه ملی تنها سازمان سیاسی بود که اعتراض کرد به اشغال سفارت آمریکا در اون موقع و میدونید که پیامدهای آن هم استعفای دولت موقت آقای مهندس بازرگان بود، پیش از اون هم که آقای سنجابی از وزارت خارجه استعفا داده بودن. به هر حال جبهه ملی به نوعی حاکمیت رو ترک کرده بود و مخالفت عینی خودش رو اعلام کرد با این جریان گروگانگیری. این رو من سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزی که این رو به ما گوشزد کردن و سپاسگزاری میکنم یک بار دیگه از تمام مهر و محبت شما، از تمام پیام های محبت آمیزی که از طریق شبکه یوتیوب، شبکه فیسبوک، ایمیل و به هر حال ما رو شرمنده میکنید. اجازه بدید که متن بیانیه دفتر پژوهش‌های جبهه ملی ایران رو که در رابطه با 62 سال تأسیس جبهه ملی ایران در تهران منتشر شده رو با هم دیگه بخونیم و بعد من میام خدمت. به نام خداوند جان و خرد. 22 مهر ماه 1328 گروهی از نامزدهای انتخاباتی و مخالفان در اعتراض به کیفیت انتخابات دوره 15 مجلس شورای ملی که ارتش دربار آن را مهندسی کرده بودند و به تعبیر روزنامه باختر امروز دنیا از آن خجالت می‌کشید، در منزل دکتر محمد مصدق گرد آمدند. آن گرد همایی آغازگر مسیر نوینی در مبارزه با استبداد و فساد سیاسی گردید. آنچه از این گرد همایی زایش یافت نهادی سیاسی بود که در زمان کوتاهی به مهمترین خواستگاه و پایگاه نهضت ملی ایران تبدیل شد و استبداد داخلی و استعمار خارجی را به سطوح آورد. دکتر محمد مصدق در راهپیمایی برای حفظ حقوق و رأی مردم در انتخابات مخدوش گفت: بین من و ملت جدایی نیندازید. من باید قابلیت اطمینانی که به من ابراز شده را ثابت کنم و یا شهید شوم. ما همه یک روح واحد هستیم. جبهه ملی ایران با چنین روحیه و اندیشه‌های بنیانگذاری شد. شهید جاویدان نهضت ملی ایران دکتر سید حسین فاطمی در آستانه تأسیس جبهه ملی ایران در نطق مؤثری گفت: اکنون که فواید کار دست جمعی بر عموم رفقا روشن و قدرت و نفوذ اتحاد و وحدت بر همه معلوم گردید، چه خوب است این عده برای انجام کارهای مهم سیاسی و مملکتی دست به دست هم داده و به نام جبهه ملی تحت نظم و دیسپلین خاصی شروع به مبارزه برای پیشرفت اهداف مختلف ملی نماییم. جبهه ملی ایران پشتوانه چنین مردان بزرگی در یکی از حساس‌ترین دوران تاریخ این کشور پدیدار شد و دیر نپایید که مورد اقبال و اعتماد شمار چشمگیری از شخصیت‌های میهن‌دوست و آزادی‌خواه و بخش بزرگی از جمعیت کشور قرار گرفت. نخستین اقدام جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق بازگرداندن استقلال سیاسی کشور و تقویت حس اعتماد به نفس ملت ایران بود که برای بیش از یک سده تحت حکومت‌های ناتوان و فاسد اختیار امور کشور را عمرن زیر سلطه
نفوذ استعماری دو ابرقدرت انگلیس و روسیه میدید. فقر سراسر کشور را فرا گرفته بود و یکی از بزرگترین و مهمترین ملت‌های جهان تبدیل به برده بیگانگان شده بود. مصدق از این ذهنیت حقارت‌آمیز و تسلیم در برابر اداره بیگانگان به خوبی آگاه بود و می‌دانست که برای ایجاد تحول در کشور نخست باید اعتماد به نفس ملی و تاریخی مردم را بازگرداند و به آنان ثابت کرد که می‌توان حاکم بر سرنوشت خود بود. برای این کار می‌بایستی که با قدرتمندترین و با نفوذترین کشوری ری که عامل ایجاد این عقده حقارت شده بود رویارو شود و آن را شکست دهد. از این رو مصدق برای حفظ منافع ایران سیاست خارجی موازنه منفی را پیش گرفت. یعنی به هیچ کشوری امتیاز نمی‌دهیم و خود سیاست خود را تعیین می‌کنیم و خود بر منابع خود مدیریت می‌کنیم. یک ماده بسیار مهم قانون ملی شدن این بود که اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت در سراسر ایران با خود ما باشد. یعنی هیچ کشوری نمی‌تواند ادعایی یا امتیازی داشته باشد. جبهه ملی ایران همچنین با ملی کردن صنعت نفت و شکست دادن یک ابرقدرت مدعی به مردم نشان داد که با رهبری شایسته و خردمند میتواند به رأی خود و اراده خود اطمینان کند. جبهه ملی ایران نشان داد که چگونه میشود با چنین رهبری و بدون اتکا به هیچ قدرت بیگانه یکی از بزرگترین قدرت‌های سیاسی و نظامی جهان را بدون جنگ در سرزمین خودشان با منطق و قانون خودشان با رعایت همه قواعد و قانون‌های بین‌المللی شکست داد. این اعتماد به نفس و قدرتی بود که به ملت ایران بازگردانده شد. در زمینه اقتصاد، دولت جبهه ملی سنگ بنای یک اقتصاد وابسته به تولید صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت و بی درآمد نفت کشور را با هوشمندی و خردمندی اداره کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 که دولت ملی مصدق سقوط کرد، جبهه ملی که رسالت نجات ملت را از دیکتاتوری برپا شده را احساس می‌کرد، به مبارزه ادامه داد و با همه سختی‌ها، اختناق، تهدیدها و زندان رفتن‌ها از پا ننشست و نشان داد که به راستی تنها تکیه‌گاه مردم برای نجات از خودکامگی و فساد سیاسی است. روی آوردن شاه به جبهه ملی برای نجات خود و کشور هر بار که عرصه بر او تنگ می‌شد، نشانگر این باور بود که جبهه ملی فقط به منافع ملی می‌اندیشد و از آشوب و هرج و مرج و انتقام‌جویی در یک انتقال قدرت پرهیز دارد. از زمان پیدایش تا به امروز که جبهه ملی ایران راهی پر فراز و فرود را پشت سر نهاده، کوشندگان پاک نهاد آن از پای ننشستند. از سختی‌های راه نهراسیدند و در حرم عشق به ایران از خار مغیلان، ملامت‌ها و تنگناها انگیزه از دست ندادند. و همچنان برای رسیدن به هدف حاکمیت ملی در پناه قانونی دموکراتیک و انتخابات آزاد و رهایی از سلطه‌جویی بیگانگان در گفتمانی آزاد و برابر در داخل و غیر بیگانه، هراسانه و ستیزانه در خارج به تلاش می‌پردازد و امید می‌ورزد که فردایی روشن برای میهنش رقم خورد. سالگرد 62مین سال بنیانگذاری جبهه ملی ایران را به همه هممیهنان، به ویژه نسل آینده کشور که در پی یافتن راهی میهنی و مردمی برای اعتراع ایران عزیز هستند، شادباش می‌گوییم. جبهه ملی خانه ما جوانان آینده نگر است و بند بند منشورش را با دل و جان باور داریم و برای اعتراعش میکوشیم. به راهی که مصدق، فاطمی، صالح، صدیقی و بسیاری از مردان بزرگ گشایشگر آن بودند اعتقاد راسخ داریم و در ارتقای آن با خرد و بینش و شوق کوشا هستیم. دفتر پژوهش‌های جبهه ملی ایران، دکتر علی حاج قاسم علی، دکتر حسین مجتهدی، مهندس اشکان رضوی، مهندس آرش رحمانی، مهندس حمید رضا خادم. تهران، آبان ماه 1389. این بود پیام دفتر پژوهش‌های جبهه ملی ایران در تهران به مناسبت 62مین سالگرد تأسیس جبهه ملی ایران. وقت برنامه امروز ما تموم شده. در برنامه آینده بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت می‌کنیم. با آرزوی سلامت و سعادت برای بینندگان عزیز و ملت ایران، پاینده ایران.